زنده و شاد باشید ملت ایران، پاینده باد خاک عزیزمان ایران، به امید آزادی ایران عزیزمون از چنگال شیوخ حیله‌گر، از چنگال شیوخی که سال هاست مصیبتی رو بر سر ما آوردن که باید بکوشیم، و از جوانان عزیز کشورمون میخوام که بکوشیم با هم دیگه اتحادی داشته باشیم، دست در دست هم دیگه بذاریم. کدورت ها، تفرقه ها، تفرقه هایی که به اسم دین، به اسم خیلی اسمای مختلف بر سر ما آوردن، تفرقه بین ما ایجاد کردن، تفرقه ها رو کنار بذاریم و فقط و فقط و فقط به فکر آزادی ایران عزیزمون باشیم. به امید اون روز زنده ایم و زندگی میکنیم و از صحبت های اساتید عزیزمون و پند هایی که اساتید عزیزمون به ما میدن استفاده کنیم، چون به اصطلاح قدیمی ها اونها پیرن هایی بیش از ما پاره کردن. میتونیم از تجربه های گذشته هاشون، از تجربه هایی که اونها باهاش زندگی کردن و ما تو اون برهه زمانی نبودیم، از اون تجربه ها استفاده کنیم و ایران عزیزمون رو آباد کنیم. حسرت هایی که به دل بزرگترهای ما موند که ای کاش، ای کاش، ای کاش میموندیم، ای کاش جلوی اینها صف میکشیدیم و نمیگذاشتیم، ای کاش علمی که الان داریم و اون موقع داشتیم و به کار میدهیم، و ای کاش های متعددی که میتونه به دست من، شما و شمایی که میکوشی برای ایران عزیزمون به اون ای کاش ها جامعه عمل بپوشونیم و ایران عزیزمون رو آباد کنیم. مهمان عزیز و ارزنده‌ای داریم که من بسیار خوشحال شدم و با دوستانم که لطف میکنن از ایران با من تماس میگیرن، و خب این رادیو باعث شده که وقتی من به دوستان عزیزم گفتم که یه همچین رادیویی که سوئد فعال هست، همشون استقبال کردن و الان میدونم که بالغ بر صدها نفر از دوستان من، از دوستان دوستان من، و همینطور امیدوارم که این زنجیروار ادامه داشته باشه، این رادیو رو گوش میدن و استفاده میکنن از صحبت های اساتید ما. داریم سوالاتی رو از من پرسیدن و گفتن که اگر لطف کنین سوالات رو از جناب دکتر بپرسیم ممنون میشم. دوست عزیزم که به بودنش افتخار میکنم، خدمت شما معرفی میکنم، جناب دکتر جلدی عزیز، از دوستان عزیز بنده، کارشناس حقوق بین الملل، نویسنده و خبرنگار برجسته کشورمان از کانادا. جناب دکتر جلدی عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. بنده هم درود میفرستم خدمت شما. بسیار خوشحال هستم که صدای شما و جوانان ایرانی عزیزی مثل شما رو میشنوم. صدای شما قوت قلبی است برای افرادی مثل من که سالیان زیادی تلاش کردند روشنگری بکنند که چگونه آخوندها و آخوندهای کت و شلواری وطن رو تسخیر کردند و همانند یک صندوقی پر از اشیاء گرانبها به تاراج میبرند، و اگر هر کسی در برابر این تاراج شکایتی بکنه یا اینکه سوالی بازگو بکنه، به شدیدترین نحوی مورد مجازات قرار میگیره. بسیار خوشحال هستم که امروز مجددا در خدمت شما دوستان هستم و تمامی دوستان در رادیو که این فرصت رو فراهم کردید که بتونیم امروز در مورد ایران و ایرانی صحبت بکنیم. قربان شما برم جناب دکتر بهمن جلدی عزیز. جناب دکتر، من با بچه هایی که ایران صحبت میکردم به خاطر بحث های سیاسی که تو ایران هست من نمیتونم اسم دوستانم رو ببرم، ولی خب خیلی ها هستن که دنبال میکنن صحبت های شما و سایر نقاط دیگه که میشه با شما ارتباط برقرار کرد. بچه ها خب خیلی هستن، شما میشناسین که فعالانی هستن در ایران که خب یه سری اطلاعات رو به دست ما میرسونن. یکی از دوستان من در مورد وضعیت حقوقی روس‌ها که از پایگاه‌های ایران استفاده می‌کنن، پایگاه هوایی ایران استفاده می‌کنن، از شما سوال داشتن، اگر امکان داره در موردش صحبت کنیم. یک سوال دیگه ای هم که شخص بنده داشتم خودم از شما در مورد ایرانگرایی، چرا ایرانگرایی ممکنه به ما کمک کنه و می‌تونه که ما کمک کنه. اگر این سوالات رو جواب بدین ممنون میشم از شما. بسیار سپاسگزارم از این سوالات بسیار خوبی که مطرح کردید امروز. اجازه بدید در مورد سوال اولتون که مربوط میشه به روابط نزدیک نظامی و امنیتی
بین دولت روسیه فدرال و دولت یا حکومت جمهوری اسلامی کمی صحبت بکنم. اخباری که در عرض هفته اخیر شنیدیم در همه جا در موردش صحبت بود، مسئله این بود که پایگاه هوایی شاهرخی که به اشتباه در همه جا به اسم نوژه شناخته میشه، ولی اسم واقعی این پایگاه هست پایگاه هوایی شاهرخی، که اصولا در تاریخ سیاسی ایران این اسم همیشه جاودان خواهد ماند به خاطر عملیات قهرمانانه‌ای که افسران خلبان نیروی هوایی در نظر داشتند که انجام بدن و متاسفانه به توسط جاسوسان حزب توده، افسران نظامی حزب توده، این عملیات لو رفت و خود اعضای حزب توده از جمله خود آقای کیانوری آمدن در میادین و این افسران نیروی هوایی رو دستگیر کردن و بعد تحویل کمیته های آن زمان انقلاب اسلامی دادن. پایگاه هوایی شاهرخی در طرح امنیتی ناتو برای مقابله با نفوذ کمونیست ها به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند یکی از دو پایگاه بسیار مهم و استراتژیک محسوب می شد و اصولا ایجاد پایگاه شاهرخی در زمان پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی به این ترتیب انجام شده بود که اون حوزه حفاظتی هوایی رو نه فقط برای ایران بلکه برای تمام اروپا ایجاد بکنه. پایگاه هوایی شاهرخی برای خود افرادی که در اون پایگاه مشغول به کار هستند، چه نظامی هستند چه غیر نظامی هستند، ورودشون به یک بخشی از این پایگاه ممنوع شده. نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران و ضد اطلاعات ارتش در اونجا حفاظهایی رو برقرار کردن و قسمت از این پایگاه بنکل در اختیار روسها قرار گرفته. هواپیماهای بمب افکن توپولوف و هواپیماهای جنگنده سوخوی 34 خودشون رو آوردن در اونجا مستقر کردن، به علاوه 3 تا هواپیمای تروری الیوشین رو هم در اونجا مستقر کردن که کار این هواپیماهای تروری این هست که مهمات و وسایل یدکی که برای هر سورتی پرواز لازم هست که تعویض بشه بین پایگاه نظامی که در روسیه وجود داره و پایگاه هوایی شاهرخی این رو حمل و نقل میکنه. ولی سابقه همکاری نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه فدرال و به خصوص با دولت آقای پوتین محدود به همین چیزی نمیشه که اخبارش در 16 آگوست برای کانال های خبری رفت. آغاز این همکاری های نظامی امنیتی که برخلاف تمامی قوانین دو جانبه فیما بین ایران و روسیه و همینطور برخلاف تمامی قوانین بین المللی در مورد آبراه‌های مشترک وجود داره از حداقل 15 گذشته انجام شده و اولین باری که نقض این قوانین صورت گرفت زمانی هست که روس‌ها شروع کردن از دریای خزر و یا به نامی که ما میشناسیم دریای مازندران موشک‌های کروزر خودشون رو شلیک بکنن به سمت مواضع جنگجویان در سوریه. بر اساس قوانین دو جانبه‌ای که از دوران رضا شاه کبیر آغاز شد و در دوران پادشاه فقید تکمیل شد، هر گونه استفاده نظامی از دریای مازندران برخلاف معاهده‌نامه ایجاد و برقراری صلح بین همسایگانه، استفاده از دریای مازندران برای عملیات نظامی نه تنها برخلاف معاهدات دو جانبه بین ایران و روسیه انجام شد، بلکه برخلاف قوانین بین المللی در مورد آبراهای مشترک بین کشورها هم این عمل انجام شد. دولت جمهوری اسلامی و دولت آقای پوتین با زیر پا گذاشتن قوانین و قراردادهای بین المللی در مورد آبراهای مشترک بین المللی و همینطور معاهده نامه های دو جانبه در مورد دریای مازندران
عملا تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار کردن و دولت فدرال روسیه چیزی قریب بر 3 ماه از ناوهای جنگی خودش در دریای مازندران موشک‌های کروز خودش رو شلیک می‌کرد که در طول این عملیات موشکی حداقل 4 عدد از این موشک‌ها در خاک ایران سقوط کرد. بعد از این داستان استفاده از دریای مازندران برخلاف تمام قوانین و معاهدات دو جانبه بین ایران و روسیه، مسئله پرواز بمب افکن‌های روسیه بود بر فراز خاک ایران و بعد گذشتن از مرزهای ایران، پرواز بر روی خاک عراق و سرانجام بمباران کردن مناطقی رو که در نظر داشتن در خاک سوریه. پرواز این بمب افکن‌های روسی غالبا به این صورت انجام می‌شد که هواپیماهای جنگنده روسی که غالبا سوخو 27 ها بودند در کنار هواپیماهای بمب افکن استراتژیک روسیه از روسیه پرواز می‌کردند، وارد خاک ایران می‌شدند. زمانی که وارد خاک ایران می‌شدند، یک هواپیمای F-14 ایرانی که مجهز به رادار هوایی هست و 2 هواپیمای F-4 فانتوم ایرانی به عنوان اسکورت این پرواز روس‌ها از مسیری که از شمال اینها وارد ایران می‌شدند تا زمانی که این هواپیماهای جنگنده سوخو و بمب افکن استراتژیک روس‌ها از خاک ایران خارج می‌شد، با اینها همراهی می‌کردند. خود عبور این پرواز هواپیماهای بمب افکن و شکاری از روی خاک ایران مجدداً عملی است بر خلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار میکنه. اینی که شما اجازه بدید از مرز هوایی شما استفاده بشه یک دولت قدرتمند خارجی هواپیماهای نظامی خودش رو وارد مرز هوایی شما بکنه و بعد شما نه تنها به اینها اجازه بدید که وارد مرز هوایی بشن، بلکه حتی برای اینها اسکورت بذارید به عنوان اینکه ترکیه یکی از همپیمانان ناتو هست و این هواپیماها مورد حمله از طرف ترکیه قرار نگیرن و اینها رو هدایت بکنید تا وارد خاک عراق بشن. هواپیماهای F-14 خودتون رو تبدیل بکنید به یک رادار پرنده که اگر هواپیماهای از پایگاه‌های اینجلیک در ترکیه پرواز بکنه و بخواد رهگیری بکنه این کاروان هوایی روس‌ها رو، شما اینها رو اطلاعاتش رو در اختیار روس‌ها قرار بدید. این چیزی بیشتر از تبدیل کردن نیروی هوایی ایران به یک تدارکچی برای نیروی هوایی روسیه نیست. وظیفه نیروی هوایی ایران حفاظت از مرزهای هوایی ایران و حفظ تمامیت ارضی ایرانه، نه ایجاد یک دالان هوایی امن برای یک دولت قدرتمند خارجی که بتونه هواپیماهای نظامی خودش رو از این دالان پرواز بده، بره و مقاصدی که در نظر داره بمباران بکنه و همینطور تحریک کردن کشور همسایه ترکیه به عنوان یک عضو ناتو و یا اینکه امنیت هوایی ایران رو مورد خطر قرار دادن به این جهت که هواپیماهای رهگیر امریکایی که در پایگاه هوایی انجلیک در ترکیه هستن بر اساس وظایفی که برای خودشون دارن اینها ناگزیر از این هستن که این تحرکات هوایی رو ردگیری بکنن، رهگیری بکنن و در صورت امکان از طریق درگیری غیر مستقیم، یعنی بدون شلیک کردن به این هواپیماها ولی از طریق ایجاد اختلالات الکترونیک که در لفظ نظامی به نام جنگ الکترونیک استفاده میشه بخواند که با اینها درگیر بشن. یعنی کشور ایران رو بدون دلیل در وضعیت قرار بدید که با دولت امریکا و کشور امریکا و با دولت ترکیه و کشور ترکیه که همسایه ما هست در یک وضعیت جنگی قرار بگیره، تنها به این دلیل که آقای سید علی خامنه‌ای تصمیم گرفتند که آقای پوتین کمک میکنه به حفظ نظام ایشون و به حفظ نظام جمهوری اسلامی، ولی دیگر امنیت مردم ایران و تمامیت ارضی کشور ایران برایشون اهمیتی نداره. اخباری که بر روی کانال‌های خبری رفت از طریق وبسایت خبری روسی و همینطور توسط رئیس کمیسیون دفاع شورای فدراسیون روسیه عنوان شد که
پایگاه هوایی شاهرخی در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار گرفته و نیروهای روسی هواپیماهای بمب‌افکن توپولوف و همینطور هواپیماهای جنگنده سوخوی 34 خودشون رو از پایگاه هوایی مزدوک در روسیه به پایگاه هوایی شاهرخی در همدان انتقال دادن. من در اینجا میخوام به تمامی دوستان جوان خودم که چه در ایران زندگی میکنن چه در خارج از ایران زندگی میکنن این رو یادآوری بکنن که بعد از پایان جنگ جهانی دوم قرار بر این بود که نیروهای اشغالگر شامل نیروهای شوروی کمونیست و نیروهای انگلیس خاک ایران رو ترک بکنه. نیروهای انگلیسی در پایان جنگ بلافاصله نیروهای خودشون رو تخلیه کردن، خاک ایران رو ترک کردن. نیروهای شوروی تصمیم گرفتن که خاک ایران رو ترک نکنند و اون جریانات مختلف جمهوری آذربایجان و بعد جمهوری کردستان رو به وجود آوردن و نقشه بر این بود که این قسمت از اراضی خاک ایران رو تصاحب بکنه، که اینک بعد از این همه سال مدارکش از کتابخانه های دولتی جمهوری آذربایجان به دست اومده که تمامی این تحرکات بر اساس دستور مستقیم شخص استالین انجام گرفته بود و آقای پیشوری دستور مستقیم از آقای استالین گرفته بود که ادعای ایجاد جمهوری آذربایجان بکنه. فداکاران، مشروط خواهان، ایران پرستان، افسران نظامی و تمامی ایرانیان وطن پرست در خاک آذربایجان و در خاک کردستان جنگیدند بر علیه این نیروهای جدایی خواه که توسط افسران زبده ارتش روسیه در اون زمان یا ارتش شوروی به عنوان کارشناس نظامی یا مشاور نظامی رهبری و هدایت می شدن و اینها را از خاک ایران اخراج کردند. تا قبل از واقعه سیاه این انقلاب جمهوری اسلامی هر ساله روز آزادی آذربایجان در ایران جشن ملی بود و تمامی ایرانیان شادی می کردن که روزها را از خاک ایران اخراج کردن. بعد از گذشت این همه سال آقایون آخوند جمهوری اسلامی و بدتر از اونها آخوندهای کت و شلواری جمهوری اسلامی این دو استان بسیار مهم و استراتژیک ایران رو در سینی طلا قرار دادند و دو دستی تقدیم روس‌ها کردند. زمانی که روس‌ها در کانال‌های خبری خودشون در 16 آگوست مطرح کردند، چیزی بیش از یک ماه بود که روس‌ها داشتن از این پایگاه شاهرخی استفاده می‌کردند و تصمیمشون بر این بود که قراردادی رو که با دولت جمهوری اسلامی تنظیم کرده بودند که یک قرارداد امنیتی و نظامی بود رو در پارلمان روسیه به ثبت برسونن. بلافاصله تمامی وطن پرستان، تمامی ایرانیان، هر کسی که از اینکه تمامیت ارضی ایران مجدداً توسط روس‌ها لکه‌دار بشه و صدمه ببینه شروع به اعتراض کردن و این اعتراض‌ها به حد شدید بود که دولت جمهوری اسلامی و این آقای سید علی خامنه‌ای مجبور از عقب نشینی شد و گماشته خودش این آقای دهقان رو که از این درجه های کیلویی بهش دادن با وضع واقعا بسیار کودکانه‌ای آمد در جلوی دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی و اعلام کرد که روس‌ها نامردی کردن که این اخبار رو اعلام کردن. روسا قرار نبود که این قرارداد امنیتی نظامی رو که ما باهاشون امضا کرده بودیم رو علنی بکنن. این کار روسها خیلی نامردی بود. بسیار خوب جناب آقای دهخان که شما درجه نظامی کیلویت رو از آقای سید علی خامنه‌ای دریافت کردی. تمام شرافت نظامی و اخلاق نظامی تو در این حد هست که خودت رو تبدیل بکنی به یک گماشته برای روسیه و آقای پوتین و بعد هم که تو سرت میزنن بگی که من اینقدر برای شما خدمت کردم، تدارکچی خوبی بودم، گماشته خوبی بودم، چرا شما حالا به من نامردی میکنی و میرید آبروی من جلوی بقیه میبرید و اعلام میکنید که من با شما دارم همکاری میکنم پشت پرده. ایرانیان وطن پرست حاضر نخواهند بود بعد از گذشت این همه سال تمامیت ارضی خودشون رو در اختیار یک دولت خارجی
اون هم مثل دولت آقای پوتین قرار بده. سابقه تاریخی روس‌ها نشون داده چه در اروپا و چه در خاورمیانه، زمانی که وارد یک منطقه میشن به هیچ عنوان دیگه تمایلی ندارند که به صورت خودخواسته اون منطقه رو ترک بکنن، مگر اینکه تهدید به یک حمله نظامی از نوع اتمی بشن. آقای سید علی خامنه ای، همکاران آقای سید علی خامنه ای، تدارکچی ها و گماشتگان آقای سید علی خامنه ای این رو باید به خاطر داشته باشن. فردای ایران که ایران آزاد خواهد شد، در کنار تمامی جنایات دیگری که باید در دادگاه های ملی مردم ایران پاسخگو باشن، باید به این اعمالی که در مورد خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران و تبدیل کردن نیروی هوایی ایران به یک تدارکاتچی برای روس‌ها انجام دادن رو پاسخگو باشن و پاداش این اعمالشون رو در اون دادگاه ملی دریافت بکنه. حتما امیدواریم که اساتید عزیزی مانند شما، من همیشه اینو گفتم بعد از صحبت‌های تک تک استادان عزیزم، امیدوارم که اساتیدی عزیزی مانند شما که کوله باری از تجربه رو دارن برای ایران عزیزمون همیشه از راهنمایی‌هاشون استفاده ببریم و امیدواریم که شما باشین و در کنار همدیگه با راهنمایی‌های شما شاهده آبادی و آزادی ایران عزیزمون باشیم. امیدوارم هر چه زودتر شاهد این آزادی و آبادی به دست جوانان ایرانی باشی. به خدا میسپارم از شب و روز بسیار 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 خوبی رو بهمن عزیز برات آرزو می‌کنم. منم همینطور سپاسگزارم تمامی شما عزیزان رو و همکارانتون رو و شنوندگان عزیزتون رو به یزدان پاک میسپارم. بدرود تا درودی دیگر. بدرود، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز رادیو بیداری، من که لذت بردم، پر انرژی شدم مثل شیر، هستم با شما همیشه با اقتدار. نمیدونم این حرف واقعا نمیشه، وقتی آدم میخواد با اقتدار صحبت کنه کلام کم میاره. انقدر قشنگ بهمن عزیز صحبت کرد. دکتر بهمن جندی عزیز، کارشناس حقوق بین الملل، نویسنده و خبرنگار برجسته کشور از کشور کانادا، که لطف کرد برای خط برنامه‌مون اومد و من قبل از اینکه روی خط بیارمشون باهاشون صحبت کردم و قرار شد که هر هفته این افتخار رو ما بدن و روی خط بیان. شایان ذکر که من حتما به شما شنوندگان عزیزمون بگم، اساتیدی که ما روی خط میاریم واقعا منت میذارن گردن ما روی خط میان، چون هر کدوم از اینا برای زندگی خودشون مسائلی دارن، کارهایی دارن، باید اطلاعات جمع کنن برای روزنامه‌هایی که کار میکنن براشون، و واقعا این که بیان این اخبار رو توی تایم مشخصی وقت بذارن و برای ما بگن واقعا منتی که گردن ما میذارن. خب افرادی هم میان میگن، ما نمیگیم، من هیچ وقت نمیگم دشمنانمون، من همیشه میگم دوستانمون، چون ما از کسایی که ضربه میخوریم باید ازشون درس بگیم، از کسایی که ما رو نفی میکنن ما باید درس بگیم. هیچ پولی به هیچ کسی داده نمیشه تا روی خط برنامه بیداری حاضر بشه. ما از هیچ کسی پولی نمیگیریم که اینجا در خدمت شما باشیم. وظیفه خودمون میدونیم که از ایران عزیزمون دفاع کنیم و من افتخار میکنم که پشت میکروفون رادیو بیداری نشستم با شما صحبت کنم. زیادگویی نمی کنم چون هر چی که از ایران عزیزمون بگیم تمومی نداره، چون ما همیشه دشمن داشتیم و داریم و خواهیم داشت. امیدوارم که خودتون بتونید دشمنای ایران عزیزمون رو ردیابی کنید و خودتون نابودش کنید.